ده ساعت پیش سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل اعلام کرد که بر اساس معلومات ابتدایی در انفجار بعد از زهر یک شنبه در دشت برچی کابل یک نفر کشته و یازده نفر دیگر زخمی شدند. خالد زدران گفت که این رویداد ناشی از انفجار ماین جاسازی شده در یک موتر مسافر بری بوده است. شاهدان ویدیویی را به افغانستان اینترنشنال ارسال کردند که در آن دیده می شود در لحظات اولیه پس از انفجار خون از یک اتوبوس مسافربری مرستس در خیابان جاری است و تکه های از جسد بر خیابان افتاده افتاده است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این ریداد را بر عهده نگرفته است. تاهر زهیر، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان با اشاره به انفجار اخیر در غرب کابل که منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن یازده نفر دیگر شد، اظهار داشت که این حادثه نتیجه نفرت پراکنی علیه هزارها ها است. زهیر در یادداشتی در شبکه اکس توضیح داد که این انفجار نشان دهنده تلاش‌های مداوم برای ایجاد تنش و خشونت در کشور است. او هشدار داد که این نوع رفتار می تواند افغانستان را به سمت وضعیتی مشابه رواندا ببرد جایی که نفرت پراکنی به نسل کشی منجر شد وی همچنین به نسل کشی رواندا اشاره کرد که در آن بیش از 800 هزار نفر از قوم توتسی کشته شدند و سازمان ملل آن را به عنوان نسل کشی به رسمیت شناخته است زهیر افسود که رواندا یک شبه به این وضعیت نرسید و نفرت پراکنی به تدریج به اوج خود رسید. وزیر پیشین با انتقاد از وضعیت کنونی افغانستان گفت که امروزه هر فردی به راحتی می تواند علیه یک قوم خاص نفرت پراکنی کند. او به افزایش کشتار هزارها در افغانستان اشاره کرد و تاکید نمود که فعالان هزاره در سراسر جهان تلاش می کنند تا این کشتارها به عنوان نسل کشی به رسمیت شناخته شود. زهیر که سابقاً عضو مجلس نمایندگان والی بالی بامیان بود، پس از سقوط کابل به دست طالبان و مدتی ناپدید شدن، به خارج از کشور رفت.